مثلاً هذه البلدين إذا كانت تلفزيون في ماي باكر الشارع بعلن ألمان بشماء سوّن تكلم كمان إن سولهم هولندا سول هاي بدوشتة نوروز نوروز سول نورة تقريباً دار رياض جودة تعتلي مجرى المسيح روزي أكشن بي إن روس بيسكو هانج مارتش إما في البوسطوب دار كشفر دار أمي محلك المدينين كان بتحيلي جالب أمنيس من إثبات لسول هاي بدوشتة كتير فرس بردوش سفیر افغانستان آقای دکتر جلالی هم در اینجا تشریف دارند و همچنین نماینده های ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و اکثر این کشورها همه ساله در اینجا جمع میشن. من در ابتدا که به زبان آلمانی چند نفر سخنرانی کردن در پایین بودم امکان صحبت کردن برای من نبود. خواستم فعلا همین مطلب را خدمت شما بیان بکنم. هر ساله نوروز گرچه که جایش امسال مناسب نیست ولی به عمو ارزش فرهنگی که داره در اینجا برگزار میشه و امروز در ابتدا چند نفر از آلمان ها مسئولین بخش موزیوم آسیایی و بخش هایی که هم صحبت کردن که من این صحبت از اینا را به کل آلمانی خداگانه خدمت شما تقدیم میکنم. در اینجا طوری که میبینین من فعلا در بالا هستم، در غرفه هستم که این غرفه ها نسبت به عدم امکان جای خیلی جالب نیست. مثلا در اینجا غرفه افغانستان است که طوری که شما میبینین اکثر صنایع دستی، کلا و خیلی چیزهای دیگه که در اینجا میبینین سال گذشته اتفاقا یک کاسه هفت سینم بود که این سال متاسفانه نیست. و غرفه دیگه غرفه ازبکستان است و همچنین البته ای ترکی هست و همچنین بسیار ببخشید من بیشتر غرفه را اشتباهی گرفته بودم. این غرفه افغانستان است که مانند هر سال ما هفت نفر جور میکنن و سر میز نمادی از خصوصیات تاریخی و فرهنگی ما را نشون میده و در اینجی چند شیش هست که فکر میکنم این هم در کابل در چه صنعت صنایع دستی هست درست میشه و همچنین کاسه‌هایی که شما میبینین. البته چند لباس هم در اینجی هست. ما به اصطلاح در هرات این مورد دوزی میگوین در اینجا هست. البته عکس هم در پایین است که نسبت به عدم جای آدم نمیتونی اکثر خوب بگیره. سالهای گذشته جای بزرگتر و بهتری داشتیم و غرفه ها وسیع‌تر بودن و میتونستیم که تمام امکانات زیاد در اینجا میکنی از فرش و قالین افغانستان است که اما خصوصیات دستی که ساخته میشه یک کارگاه دستی است که هر دو طرفش بسته توسط یک چوب بسته میکنن و این به اندازه قالین داره که تا چی اندازه است و به همین ترتیب صنعت قالین بافی که در افغانستان خصوصا در شمال افغانستان بانوان با انگشتان ظریف خود خوبترین قالین های افغانستان را تولید میکنن و این هم به اصطلاح نمونه است. متاسفانه افغانستان در نمایشگاه های بین المللی صنعت قالین شرکت نمی کنند و این باعث تاسف است. افغانستان کم کم از محدوده کشورهای تولید کننده قالین در جامعه بین المللی تقریبا کمتر می شود. من غرفه های دیگر را می برم خدمت شما تقدیم بکنم. ما قبلا نقدر جا بود که می تونستیم را بریم و این غرفه ها را عکس بگیریم ولی امروز کم مشکل تر است. ما فعلا ما به غرفه جمهوری اسلامی ایران هستیم. اینا هم جایشان کوچکتر است نسبت به سال گذشته و امکانات خوبی برای نمایش وجود نداره و دوستای ما در اینجا هستن که همیشه افغانستان میرن، ایران میرن و همیشه کمک میکنن. ولی نگرانی ما که فیلم میگیرم همیست که ما امسال جای مناسبی نداریم. جای خرد است، بسیار زیغ است، همینطور قسمت پایین بسیار زیغ است و آدم نمیتونه که این داشته های خود را نشان بده. من پیش میرم و کوشش میکنم که فیلم های دیگرم از جاهای دیگرم بگیرم. این صنایع چی هست؟ بسته مشهور ایران است که همیشه برای بینندگان و مراجع کنندگان در اینجا قابل استفاده است. من کم کم پیش میرم و کوشش میکنم که از غرفه های دیگه سال نو شما مبارک باشه، نوروز مبارک باشه. من میرم به غرفه های دیگه که فکر میکنم باشه پیش برم معلوم میشه. ببینید که چقدر ازدحام است که آدم هیچ نمیتونه پیش بره. این غرفه قزاقستان است که لباس محلی هم در اینجا پوشیده هستن و جا بسیار کوچک و زیغ است. اینا هم در سالهای گذشته میز بسیار وسیع در اختیار داشتن و داشته های سرعت دستی خود در اینجا نمایش میدادن. همچنین ما به کشور باید پرسان بکنم، البته که اول که اینجا لباس های محلی شان میشان بودم بعدا پیش بیم. این فکر میکنم که
کرگیزستان. از کرگیزستان. بله، از کرگیزستان، از کرگیزستان. این همین نمایش همیشه در نمایشگاه بین المللی توریستی که میکنیم همه تو یک خیمه به اصطلاح هست که در اینجا عکس میگیرن. به این کتاب هایی به معرض نمایش میکنن و من کوشش میکنم که اخلا در جای کم که هست یک چند تا عکس دیگه بگیرم و این از کشور یم چون نکای چیست یه از کشور پاکستان است که در اینجا شرکت دارن و چندین سال است که در این شرکت میکنن، ولی ما طوری که اطلاع دارم در پاکستان در خیلی جاها اجازه مراسم نوروز اصلا نیست، ولی در اینجا شرکت میکنن. من این غرفه هم عکس برداری میکنم با پس به غرفه پاکستان برمیگردم که سوالاتش اینجا مطرح میکنم. این غرفه تاجیکستان است، این رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، و البته تاجیکستان همیشه مرتب در اینجا شرکت میکنن و این عکسی که این هم کلاهای تاجیکیست که مانند کلاهایی که در افغانستان در شمال افغانستان میپوشن، یه همچنین کلاهای زری است و من توانستم که به سرعت اقلا برای چند دقیقه هم که شده از این غرفه ها چند تا عکس بگیرم و فیلم از این رد من برای دوستان تاجیکی خصوصا نشان میدم. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که همیشه در این شرکت میکنن و بسیار فعال هستن. قبلا حالا فعلا آقای نعمتوف هستن که قبلا وزیر جهانگردی، وزیر ورزش و وزیر جوانان بودن و فعلا سفیر جمهوری تاجیکستان در اینجا هستن که در پایین هستن. من قبلا فیلمشان رو تهیه کردم. خلاصه این چند غرفه رو من تانستم که کتاب رو نشان بدم و علتش هم ایست که جا بسیار ضیق است، خرد است و میزها چیده نشد و خبصه ای به طوری که میبینین اسلام بسیار کلیست، جا نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر است و تنگیست که اقلا واقعا آدم از چی کیف نکنه. و من فعلا در غرفه پاکستان هستم. اشپرشن دی دویچ؟ یا من میخوایم پرسان کنم شما اینجا سال نو را جشن گرفتین، آیا در پاکستان هم در همه جاها جشن میگیرن یا در بعض جاها اجازه نیست؟ خب من فکر میکنم که چیز یا کم است، زبان آلمانیشون طوری گفتن ضعیف است، انگلیسی هم متاسفانه من ضعیف یاد دارم. برای این سوال همیشه باقی میمانه که چطور است که در پاکستان که کنزرواتیوترین نیروها در اسلام آباد، در پشاور و در وزیرستان هستن و جشن و نوروز را حرام میدانن، چطور است که خود پاکستان در اینجا شرکت میکنن؟ یک مرتبه که من با یک از پاکستانی‌های دانشجو صحبت کردم، او گفت یک بخش بسیار کوچکی هستن که در این شرکت میکنن، ولی سفیر پاکستان هم در این جلسه هست.